و اما در ایران دو روز دیگر دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی برگزار می شود و قرار است تکلیف 65 کرسی نمایندگی مجلس نهم مشخص شود. مقام های حکومتی از مردم دعوت کردند در انتخابات مشارکت داشته باشند، چون به گفته آنها مشارکت بالا می تواند برگ برنده ایران در مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی در بغداد با کشورهای غربی باشد. منتقدان حکومت علاقه ای برای مشارکت در انتخابات ندارند و میگویند میزان مشارکت دور اول انتخابات کمتر از آنچه است که حکومت اعلام کرده. آرش سیگارچی و گزارشی در این رابطه. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران امروز در دیداری که با معلمان داشته از مردم خواسته دور دوم انتخابات را فراموش نکنند. او تنها مقامی نیست که چنین خواستی را مطرح می کند. امروز خبرگزاری ایسنا به نقل از مقام های جمهوری اسلامی نوشته مشارکت حد اکثری در انتخابات برگ برنده ایران در مذاکرات بغداد، شعاری مشابه شعار دور اول انتخابات. 12 اسفند انتخابات مجلس نهم در ایران برگزار شد که بارها مقام های جمهوری اسلامی با برجسته کردن مشارکت مردم عنوان کردند که میزان بالای مشارکت پیامی برای دشمنان ایران است. فعالیت مشکوک اتمی جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر موجب شده جامعه جهانی تحریم های فشرده‌ای علیه ایران تصویب کند. مقامات ایران بدون اشاره به فعالیت‌ها و سخنان جنجالی خود این تحریم‌ها را به دشمنی غرب با ایران نسبت می‌دهند. انتخابات 12 اسفند گذشته اولین انتخابات بعد از وقایع جنجالی سال 88 بود. به همین دلیل مشارکت بالای مردم برای حکومت ایران اهمیت داشت. مقام های برگزار کنندگی انتخابات تأکید داشتند که حدود 60% مردم در انتخابات 12 اسفند شرکت کردند. منتقدان و مخالفان حکومت این رقم را قبول ندارند، به خصوص که بسیاری از این منتقدان و مخالفان حکومت اعلام کرده بودند در این انتخابات شرکت نمی کنند. سایت جرس نزدیک به میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو چهره سرشناس مخالفان دولت، به تازگی در گزارشی شرح داده که در خوشبینانه ترین شرایط میزان مشارکت در انتخابات 12 اسفند در کل ایران 38% و در شهر تهران 18% بوده است. سایت سهام نیوز نزدیک به مهدی کروبی هم در گزارشی مشابه تایید کرده که دو مقام شورای نگهبان که وظیفه نظارت بر انتخابات را دارند در گفتگو با اکبر هاشمی رفسنجانی اعلام کردند میزان مشارکت پایین‌تر از آنچه حکومت اعلام کرده بود. در انتخابات روز جمعه تکلیف 65 کرسی باقی مانده مجلس مشخص می‌شود که مهمترین رقابت در تهران است و 25 نماینده انتخاب خواهند شد. ناظران بین المللی این انتخابات را غیر رقابتی اعلام کردند. در تهران دو گروه جبهه متحد اصولگرایان و جبهه پایداری با هم رقابت دارند که هر دو از نزدیکان آیت الله خامنه ای محسوب می شود و تنها تفاوت آنها نظرشان درباره عملکرد دولت احمدی نژاد است. جبهه پایداری به دولت نزدیک است، اما جبهه متحد چندان رابطه خوبی با دولت ندارد. آرش سیگارچی، صدای آمریکا.